یک جمع‌بندی روی نکات جلسه قبل داشته باشیم که خیلی مهم هست، بعد بریم سراغ تکرار جرم، یعنی مباحث تعدد جرم رو تمام کنیم و بریم سراغ تکرار رو جرم و در نهایت بریم بحث بعدیمون که مجازات جرم کلاهبرداری هست، یعنی مجازات های اصلی رو بگیم و بعد هم بریم سراغ مجازات های تبعی و تکمیلی. اگر یادتون باشه تو جلسه قبل گفتیم که تعدد جرم تعذیری داره یه سری استثناءاتی است. گفتیم حواستون باشه تبصره 3 ماده 134 مقررات تعدد جرم در جرم تعذیری درجه 7 و 8 اعمال نمیشه. پس اگر یه کسی مرتکب جرائم متعدد شود که دارای مجازات درجه 7 و 8 باشه، مجازات هر یک از جرم ارتکابی از نوع درجه 7 و 8 محکوم میشه. پس دقیقاً ما قاعده چی رو داریم؟ جمع مجازات ها رو داریم. پس تمام مجازات ها به مورد اجرا گذاشته میشه. این یه حالت بود که گفتیم حواستون باشه. پس یه نکته حواستون باشه که اگر مسئله به شما داده شد مقررات تعدد جرم در جرم تعذیری درجه 7 و 8 اعمال و اجرا نمیشه. این یکی. یه موقع دیگه ممکنه به یه سبک دیگه به شما مسئله بدن، بگن اگر فردی مرتکب جرائم متعددی شود که برخی از اونها دارای مجازات درجه 7 و 8 و برخی دیگه دارای مجازات درجه 1 تا 6 باشد، اینجا هم میگیم مجازات های جرائم درجه 7 و 8 با مجازات سایر درجه ها جمع می شود. پس اگر این مسئله که به ما داده شده بود که تو جلسه قبل هم این مسئله رو با هم مرور کردیم، شخصی مرتکب یک جرم تعذیری درجه 2 شده و یک جرم تعذیری درجه 7 شده، خب اینجا چه اتفاقی می افته؟ میگیم شخص مرتکب یک جرم تعذیری درجه 2 شده، یک جرم تعذیری درجه 7 شده، در چارچوب مقررات تعدد جرم در مورد او چه اتفاقی میفته؟ آیا مجازات اشد رو داریم؟ تشدید میشود؟ نه، جمع مجازات ها رو خواهیم داشت. پس حواسمون باشه طبق این نکته که گفتیم تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی. یه چند تا نکته ریزم گفته بودیم که خیلی به دردتون میخوره. ببینید، یکیش رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور هست. اگر از کسی چند دفعه جنس قاچاق کش شود در حالی که مجموعه آنها را یک دفعه وارد ایران کرده باشه، یادتون باشه گفتیم بزه او متعدد محسوب نمی شود بلکه یک بزه واحدی خواهد بود. و یادمون باشه جرائم متعدد در یک دادگاه و همزمان رسیدگی خواهد شد. یعنی چی جرائم متعدد در یک دادگاه و همزمان رسیدگی خواهد شد؟ یعنی اینکه ما نمیتونیم نسبت به یک جرم حکم صادر بکنیم، نسبت به جرم دیگر بیایم چیکار کنیم؟ تحقیقات رو ادامه بدهیم. اینم نکته بعدی که حواستون باشه، حکمی هست که از دادگاه عالی انتظامی قضات هست. تشدید مجازات در خصوص تعدد جرم که در این ماده هست، یادتون باشه این الزامی است. این تشدید مجازات الزامی است. نکته بعدی، آیا ما مجازات های متعدد رو باید در حکم ذکر بکنیم یا نه همون مجازات اشد رو، مجازات شدیدتره رو فقط باید اجرا بکنیم یا عنوان بکنیم؟ یادتون باشه مجازات های متعدد باید در حکم ذکر بشود، اما مجازات شدید تره که اجرا می شود. خب چرا ما میایم مجازات های متعدد رو در حکم ذکر می کنیم اما مجازات شدید تر رو اجرا می کنیم؟ تو ماده 134 می تونید جوابش رو پیدا بکنید. علت این امر آن است که اگر مجازات شدید تر به هر دلیلی اجرا نشود، مجازات بعدی رو بتونیم اجرا بکنیم. اینم حواستون به این نکته هم باشه. اگر یادتون باشه در قانون سابق اگر شخصی مرتکب یک سرقت و یک خیانت در امانت میگردید،
دو تا مجازات براش اعمال میشد. حالا با توجه به قانون فعلی و این نکاتی که گفتیم، یک مجازات اعمال می شود. پس اینم حواستون باشه به این نکاتی که در این خصوص گفتیم. خب حالا با توجه به نکاتی که در آرای مختلف شعب دیوان عالی کشور هست دقت بکنید. استفاده از سند مجهول، این نکته رو یادتون باشه، استفاده از سند مجهول و کلاهبرداری آیا تعدد، با توجه به این همه مطالبی که یاد گرفتیم، آیا تعدد مادی بود یا تعدد معنوی بود؟ گفتیم تعدد معنوی است با مجازات اشد. پس گفتیم بحث تعدد رو حواستون باشه، قشنگ بدونیم تعدد مادی یعنی چی، تعدد معنوی یعنی چی. خب همه اینا رو توضیح داده بودیم. پس الان وقتی میگن استفاده از سند مجهول و کلاهبرداری، به راحتی شما باید بگید تعدد معنوی است با مجازات اشد. پس این یه نکته. حالا اگر من به شما بگم قصب عناوین ولی به عنوان مانور متقلبانه در تحصیل مال دیگری باشد، این مشمول چی میشه؟ شخصی اومده عنوانی رو غصب کرده تحت عنوان مانور متقلبانه مال دیگری رو تحصیل کرده. ببینید قصب عناوین و مشاغل خودش یک جرم مستقلی است، ولی وقتی به عنوان مانور متقلبانه تر تحصیل مال دیگری باشد، ما رو یاد چی میندازه؟ یاد بحث تعدد میندازه. شنو تعددی؟ مادی یا معنوی؟ تعدد معنوی. پس چه مجازاتی اعمال میشود؟ مجازات کلاهبرداری اعمال میشود. یعنی در حقیقت میگیم جواب صحیحش از لحاظ حقوقی این گونه خواهد بود، یعنی میگیم کلاهبرداری به وسیله قصب عنوان تعدد معنوی است که مجازات کلاهبرداری داده میشود. پس دقت بکنید، پس اینجا کلاهبرداری به وسیله قصب عنوان تعدد معنوی است که مجازات کلاهبرداری داده میشود. حالا اگر من به شما بگم تحصیل مال با استفاده از سند مجهول، تحصیل مال با استفاده از سند مجهول فقط کلاهبرداری است که مجازات کلاهبرداری اشد داده می شود. این تعدد معنوی. جعل، اگر من به شما بگم جعل و کلاهبرداری، این میگیم از مصادیق تعدد مادی است، جمع مجازات ها رو به دنبال دارد. پس اینها رو ببینید، اینا با توجه به آرای مختلف دیوان بوده که در این خصوص گفتم که تو ذهنتون بدونید اینها رو. حالا اگر به شما بگویند فردی با استفاده از یک سند مجهول موفق به بردن مال سه نفر می شود، به تعدد مادیه یا تعدد معنویه؟ میگیم تعدد مادی است برای چند کلاهبرداری. اگر یادتون باشه اینو مفصل در خصوصش توضیح دادیم، میاد با یک سند مجهول میاد چیکار میکنه؟ مال چند نفر رو میبرد. این میگیم تعدد مادی است برای چند کلاهبرداری. چرا؟ دقت کنید، اگر با چند جعل سند، اینجا یه نکته هم اومده بودیم گفتیم در پاسخی که میخواییم بدیم، ببین پس گفتیم اگر فردی با یک سند مجهول موفق به بردن مال سه نفر بشود، عمل وی تعدد مادیست برای چند کلاهبرداری. ولی اگر با چند جعل سند، دقت کنید، اگر با چند جعل سند موفق به بردن یک مال بشود، علاوه بر اینکه گفتیم مرتکب چند جعل شده،
ولی به لحاظ حصول یک نتیجه که این نتیجه مجرمانه ما چی بوده؟ کلاهبرداری بوده. تنها به ارتکاب یک فقره کلاهبرداری محکوم میشه. به این چیزهایی که دارم میگم در خصوص مجمع آرایی هست که تا حالا در خصوص بحث کلاهبرداری هست. پس بنابراین اگر فردی به شما مسئله دادن اومد با یه سند مجهول موفق به بردن مال چند نفر شد، میگیم این تعدد مادی است برای چند کلاهبرداری. ولی اگر با چند جعل سند موفق به بردن یک مال شود، علارغم اینکه مرتکب چند جعل شده، ولی چه نتیجه به دست اومده برای ما؟ یه نتیجه، نتیجه مجرمانه ما چی بوده؟ یه فقره کلاهبرداری بوده. این هم در خصوص این نکته ای که گفتیم. حالا اگر کسی با جعل چند سند یا اتخاذ چند تا عنوان مجهول مال دیگری رو ببرد، اینجا جواب چی میشه؟ این همه گفتیم هر چند که مرتکب چند جعل یا چند تا اتخاذ عنوان مجهول شده اما فقط یک عمل کلاهبرداری انجام داده است. پس این هم توضیحاتش رو داده بودیم. آره بود که از شعب دیوان بود. اما اگر اومدیم گفتیم با اتخاذ یک عنوان مجهول یا جعل یک سند مال چند نفر را ببرد، هرچند فقط یک جعل انجام داده اما عمل او چی بود؟ چند تا کلاهبرداری بود. اینا حواستون باشه. دوتا آره بود که در خصوص شعب دیوان بود. و نکته پایانی، ببینید ما گفتیم که این نکته پایانی رو هم بگیم و بحث رو تمام بکنیم. طبق تبصره دو ماده یک قانون تشدید گفتیم مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. یادتون باشه این مورد یک در حقیقت یک استثنایی بر قواعد تعدد معنوی وارد کرده. یعنی قانونگذار ما یک استثنایی بر قواعد تعدد معنوی وارد کرده، یعنی اومده تعدد مادی در نظر گرفته. یعنی اومده گفته اگر شخصی با استفاده از سند مجهول در مرحله شروع به کلاهبرداری متوقف شود، عمل او به لحاظ اصولی تعدد معنوی است بین دو جرم استفاده از سند مجهول و شروع به کلاهبرداری. یعنی فعل واحد مشمول عناوین متعدد. ولی چی؟ اومده اینجا چیکار کرده؟ ولی گفته به هر دو مجازات محکوم می شود. پس اینجا حواستون باشه این استثناء رو هم بدانید، این استثناء رو هم بدانید. پس در این مورد قانونگذار استثنایی بر قواعد تعدد معنوی وارد کرده. یعنی اینجا که میگفتیم مجازات اشد میدیم، اینجا جمع مجازات ها رو داریم. یعنی اگر شخصی با استفاده از سند مجهول در مرحله شروع به کلاهبرداری متوقف شود، عمل او به لحاظ اصولی گفتیم تعدد معنوی است، ولی به هر دو مجازات محکوم میشود. پس در حقیقت این یه استثناست. این رو اشتباه نکنید. تبصره دو ماده یک که میگه مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همه مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. پس در حقیقت قانونگذار یه استثنایی بر قواعد تعدده معنوی وارد کرده و اومده گفته اگر شخصی با استفاده از سند مجهول در مرحله شروع به کلاهبرداری متوقف شد، عمل او به لحاظ اصولی تعدد معنوی است ولی به هر دو مجازات محکوم می شود. پس این هم نکته پایانی که در بحث تعدد داشتیم. خب جلسه بعد میریم سراغ بحث
تکرار جرم. دیگه هر آنچه که نکته بود در خصوص تعدد ما گفتیم، تمام کردیم. جلسه بعد بحث تکرار رو داریم، یعنی ماده 137 قانون مجازات اسلامی. ببینیم تکرار جرم چیست.